السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و إرادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. اجازه بدید دعا رو بخونیم. در شبهای آخر ماه ضیافت الله سفاره شده این دهه آخر این دعا خونده بشه. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان. ترجمه دعا رو قبلا هم گفتیم، روشنه. پناه میبریم به کرم پروردگار که این ماه رمضان بر ما بگذرد، یا نه همین امشب ما به صبح برسد و هنوز آمرزیده نشده باشیم. اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضي عني شهر رمضان او يطلع الفجر من ليلتي هذه ولک قبلی تبعتون او ذنبون تعذبونی علی. چون در شامگاه در حقیقت روز جمعه قرار دارن عزیزان ما، اجازه بدید این دعای از ولی از ارواحنا فدا رو هم با هم بخوانیم. خیلی سفارش شده مخصوصا در روز جمعه، شام جمعه، به یاد از ولی از ارواحنا فدا بودن. من اخیرا یک کتابی مطالعه میکردم مال مرحوم آیت الله آزاد قزوینی. ایشون قم زندگی میکردن، از اساتید حوزه علمی قم بودن. یک کتابی نوشتن به نام عمرم چگونه گذشت، اسم کتاب عمرم چگونه گذشت. من کتابو همش خوندم، یه خاطری حالا عرض میکنم. ایشون نوشتن من 17 سال نجف درس خوندم. اون 17 سال از جمله اساتید من آیت الله عظمای خویی بود رضوان الله علیه، درس ایشون میرفتم و نماز جماعت ایشون هم میرفتم. ندیدم تو این 17 سال، ایشون نوشتن ندیدم در این 17 سال ایشون در نمازشون در دعای قنوت، دعای دست پیش رو، غیر از این دعای اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن رو خونده باشه. حالا با هم بخوانیم اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتی که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و اردک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. من به ذهنم رسید که به هر حال در یک دهه جلساتی که ما محضر عزیزان هستیم شاید روا نباشد که ما یک جلسه رو حداقل به وجود مقدس هستی ولی از ارواحنا فدا اختصاص ندیم، اگرچه بحث ما همون محور سایه سار نهج البلاغه بود و مباحثی که این شمها تقدیم میکردیم. ولی خیلی فکر کردم امروز، گفتم درست نیست ما در یک دهه به شامگاه جمعه که تعلق خاصی به امام زمان ارواحنا فدا داره برسیم و عرض ارادتی به محضر امام زمان سلام الله علیه نکردیم. بنابراین با اجازه دوستان من بحث رو در این جلسه به این شکل تقدیم میکنم. خدا رحمت کند مرحوم سید ابن طاووت رضوان الله علیه از علمای بزرگ شیعه است. ایشون یه سفارشی دارن، میگن اگر در روز جمعه، در شام جمعه نرسیدید این دعاهایی که راجع به امام زمان هست بخونید، مثلا نرسیدید نه امروز دعای ندبه خوندید، نه نماز امام زمان خوندید، نه زیارت دعای عهد خوندید، نه زیارت آل یاسین خوندید، نه نماز امام زمان، هیچ کدوم اینا رو نخوندید، ایاک ایاک، بپرهیز بپرهیز، مواظب باش نکنه این یکی دعا رو ازش غفلت کرده باشی. این یکی دعا رو اقلا بخون. دعاییست که عزیزان همه بلدن، الان من بخونم همه میدونید. ولی این دعای داستانی داره، اول داستانشو بگم بعد دعا رو بگم. کسی از اصحاب امام صادق علیه السلام اسمش زراره هست، شاید زیاد شنیده باشید. زراره از اصحاب درجه یک امام صادق سلام الله علیه. میگه من محضر حضرت رسیدم، به حضرت گفتم اگر من دوران غیبت امام زمان ارواحنا فدا رو درک کردم چی بخونم، چه دعای اون زمان بخونم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن که این دعا رو بخون، همین دعایی که سید طاووت میگه یادت نره در روز جمعه حداقل این دعا رو بخون. دعای معروفیه، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف
رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف هدتك، اللهم عرفني هدتك فإنك إن لم تعرفني هدتك ضللت عن ديني. ترجمهش هم روانه، حتما عزیزان میدونن، ولی من باز ترجمه میکنم. از خدا میخوایم که خدایا خودت رو به ما معرفی کن، بشناسان، ما خداشناس باشیم. اگر خداشناس نشیم، در خداشناسی مشکلی داشته باشیم، پیامبرشناس نخواهیم بود. انک لم تعرفنی، اگر ما خدا رو نشناسیم پیامبرشناس نمیشیم، اگر پیامبرشناس نباشیم امام شناس نخواهیم بود. این خلاصه پیام این دعا هست. نکته ظریفی که تو این دعا هست و خیلی جالبه، یادم یه وقتی که از اساتید بسیار بزرگوار رو این نکته تأکید میکردن، میفرمودن ببینید با اینکه زراره از امام صادق سوال میکنه من عصر غیبت امام زمان چه دعایی بخونم، حضرت وقتی میخوان دعا یادش بدن تو این دعا اولین بار نمیگیم خدایا امام رو به ما معرفی کن، یه کاری کن ما امام شناس باشیم، نه. معرفت از کجا شروع میشه؟ معرفت از خداشناسی شروع میشه. اگر ما خداشناس بودیم حتما پیامبرشناس هم خواهیم شد، اگر پیامبرشناس بودیم حتما امام شناس هم خواهیم شد. این سبک دعا اینه دیگه. یه بار دیگه با هم بخونیم، اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتو به من بشناسان، ما خداشناس باشیم. چرا؟ انک ان لم تعرفنی نفسک، اگر ما خداشناس نشدیم لم اعرف رسولک، کسی که خدا شناس نباشه پیامبر شناس نخواهد. و معلومه رسول از طرف پروردگاره، باید پروردگاری باشه تا رسولی باشه. و بعد مرحله بعد اللهم عرفنی رسولک، خدایا یک کاری کن ما پیامبر رو بشناسیم. انک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اگر ما خدا اگر ما پیامبر شناس نشدیم حتما در امام شناسی مشکل پیدا میکنیم. یعنی ما عصر غیبت امام زمان بعد از خدا بخوایم اولا خداشناسیمون درست باشه، خداشناسی که درست شد پیامبرشناسی درست میشه، پیامبرشناسی که درست شد حتما امام شناسی درست میشه. یعنی اگر کسانی امروز در مسئله امام شناسی مشکل دارن، امام رو نمیشناسن، حجت خدا رو نمیشناسن، خلیفه و جانشین پیامبر رو نمیشناسن، اینا حتما مطمئنا در پیامبرشناسی مشکل دارن. امکان نداره کسی پیامبر رو بشناسه، درست بشناسه و بعد امام و جانشین او رو نشناسه. چرا؟ اجازه بدید من از همین جای بحث بسیار بسیار مهمی رو تقدیم کنم، تقاضا میکنم. باور بفرمایید من اهل این نیستم که حالا خیلی اصرار کنم و التماس کنم و تقاضا کنم که آقا بحث ما رو گوش کنید، ولی گاهی مباحث خیلی مهمه، خیلی مهمه. خواهش میکنم عزیزانی که الان خونه ها نشستن و بعد از سفره افطار هستن، خداوند از همشون قبول کنه، یه چند لحظه بیشتر عنایت کنید. حتی من خواهش میکنم از شبهای قبل توجهتون بیشتر باشه، بس بسیار بسیار مهمیه. من این فراز آخر این دعا رو میخوام ترجمه کنم و توضیح بدم، ولی میخوام مدد بگیرم از یک عالم بسیار بزرگ شیعه. یکی از علمای بزرگ شیعه شخصیتی است به نام علامه کراجکی. کراجک میدانید یکی از مناطق لبنانه، جبل عامل لبنان. علمای بزرگ این خطه و سامان منطقه داشته، مثل شهید اول، مثل شهید ثانی، مثل شیخ بهایی، جبل عامل لبنان. از جمله که همین شخصیت علامه کراجکی در حدود 1000 سال پیش زندگی میکرد، 1000 سال پیش زندگی میکرد، شاگرد شیخ مفید بوده، استاد بسیاری از بزرگان و علمای شیعه بوده. درباره او می نویسند که کان نحویان متکلمان لغویان منجمان طبیبان فقیهان محدثان، یعنی عالمی بوده در رشته های مختلف، در علم کلام، در علم لغت، در علم نجوم، در طب، در فقه، در حدیث، در اصول، در همه این رشته ها. خیلی ایشون ازش خیلی تجلیل کردن، از علمای بسیار بسیار بزرگ شیعه. برام علامه مجلسی میگه از بزرگان علما و متکلمین و فقهای شیعه به حساب میاد. حالا من میخوام راجع به شخصیت این بزرگوار صحبت کنم، خیلی طول میکشه. اجمالا بدانید شاگرد شیخ مفید بوده، استاد خیلی از بزرگان حوزه بوده و بیش از 80 کتاب داشته، کتابهای فقهی، اصولی، کلامی،
نجوم، طب، ادبیات، لغت، نه، همه چیز. از جمله یک کتابی داره، من محور سخنم این کتاب هم. کتابی داره ایشون به نام تعجب. اسم کتاب تعجبه. تعجب. یعنی چه تعجب؟ ایشون یه هنر بسیار زیبایی به کار برده در این کتاب. آمده گفته که خلاصش اینه. گفته که من این کتاب کاری ندارم برای اثبات امامت امیر مؤمنان سلام الله علیه، کاری به آیات قرآن ندارم. آیات قرآن فراوان داریم، سوره مبارکه مائده، سوره عرض کنم که آیه بحث انما ولیکم الله آیات اول، خیلی آدمیه. من با آیات اصلا کلا با آیات قرآن کاری ندارم، با روایات هم کاری ندارم. حالا 11 جل القدیر علامه امینی جای خودش که مثلا ما اینا رو مطرح بکنیم، احقاق الحق ابقا، کتاب های دیگه اصلا ایشون میگه من کار حدیثی و روایی ندارم. یه چند تا سوال دارم، چند تا علامت تعجب تو ذهن من هست، سوال اینا رو مطرح میکنم، اگر کسی میتونه جواب بده و تکلیف جانشینی پیامبر مشخص بشه، ببینیم ما امروز میخوایم امام شناس باشیم، این مسیر امام شناسیمون به چه شکلی باید باشه. این که در عصر غیبت امام زمان ارواحنا فدا گفتن باید خدا شناس باشید، بعد پیامبر شناس باشید، بعد امام شناس باشید، این امام شناسی به کجا میرسه؟ این عرض کردم بحث مهمیه. حالا قطعا من توی یه جلسه که نمیرسم این فهرست این کتابم نمیتونم بگم، ولی غرضم این است که عزیزان رو با این کتاب و این نویسنده آشنا کرده باشم. تقاضا میکنم خود عزیزان مراجعه کنن، حتما این کتاب در به اصطلاح اینترنت هستش، تو نرم افزارها هست، شما بزنید کتاب تعجب، تعجب اسمشه. ترجمه هم به همین نام چند نفر ترجمه کردن. تعجب فارسیش میشه حیرت نامه، یکی به نام حیرت نامه ترجمه کرده، ترجمه های دیگه ای داره. عزیزان اگر خواستن خود ان شاء الله مفصل ببینم. وقتی من فقط میخوام این کتاب معرفی بشه، کسانی که پیگیر این گونه مباحث هستن برن پیگیری کنن. خب ایشون چیکار کرده؟ تقریبا کتاب خیلی هم مفصل نیست، حدود شاید 100 صفحه هست، یه شبه کسی میتونه همش مطالعه کنه، حدود 100 صفحه. تو این 100 صفحه ایشون تقریبا 70-80 علامت سوال و علامت تعجب گذاشته مقابل فکر خوانندگان. میگه کسی به این سوالات من جواب بده، بسم الله. اگر کسی جواب داره تو این مسائل سوالات من، عرض کردم بازم تاکید میکنم، بحث‌های قرآنی جای خودش، استدلال‌های به آیات قرآن جای خودش، داستان قدیر جای خودش، حدیث ثقلین جای خودش، آیه تطهیر جای خودش، داستان قدیر خم با اون تفصیل جای حسن، ایشون میگه من کاری به اینا ندارم. و خیلی مهمه چرا من این بحث رو انتخاب کردم. حالا من بیام سراغ آیات و داستان آیات و شأن نزول آیات و بگم منابع شیعه اینجوری گفتن، منابع اهل سنت اینجوری گفتن، القدیر علامه امینی اینجوری گفته، مراجعات علامه شرف الدین، کی شما عزیزان تو ذهنتون میمونه؟ نمیمونه. ولی چند تا سوال دیگه، این سوالات رو میتونید یادداشت کنید. من خواهش میکنم از این چند تا سوال یادداشت کنن، تو بحثایی که دارن به هر حال تو این کشورها خب فراوان پیش میاد. شما در یه محلی کار میکنید، یه همکاری دارید که مثلا اون مسیحیه، همکاری دارید اون یهودیه، همکاری دارید تو از برادران اهل سنته، همکاری دارید اصلا اون مذهبی نداره. خیلی خوبه ما یک سلسله اطلاعات اولیه حداقل داشته باشیم، تو این مباحث دیگه معطل نشیم و مشکلی نداشته باشیم. حالا من چند تا سوال رو خیلی سریع مطرح میکنم، عزیزان اگر بتونن یادداشت بکنن خیلی جالب. سوال اول، ایشون سوال اولشون اینه، میگن که شما قبول دارید که قرآن کریم آیات قرآن هست دیگه، پیامبر خدا آیه قرآن سوره مبارکه بقره، همین آیهی که قبل از آیات وجوب روزه هست، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یه آیه دیگه هم داریم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه، آیه قرآن کتب علیکم، اگر کسی میخواد در آستانه مرگ قرار گرفت باید وصیت بکنه، این ترک خیرا، اگر مالی داره وصیت کنه، کتب علیکم، همونطوری که کتب علیکم الصیام مسلم روزه بر شما واجب هست. اگر کسی آیه 180 و بله 180 سوره مبارکه بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه،
اگر کسی مال جالب قرآن به جای اینکه بگه مالن میگه خیر، این اصلا قرآن مال رو خیر میدونه، قطعا مال خیر، باعث خیرات و برکات اگه ما درست استفاده کنیم. اگر کسی مالی ازش به جا میمانه، ارث میمانه، الوصیه، این وصیت کنه برای پدر مادرش، برای نزدیکانش، حق علی المتقی. ببینید همه ما قبول داریم که در نگاه دین وصیت واجبه، درسته یا نه؟ همه ما، هر مسلمانی جیه باشه، اهل سنت، هر دین و مذهبی قبول دارن که بر اساس آیات قرآن و کلمات پیامبر وصیت واجبه. یعنی چی؟ در چه صورتی وصیت واجبه؟ اگر شما مثلا امانتی از کسی پیشتون باشه، ولو یه امانت خیلی کم، شما برای ماه رمضان یه کاسه‌ای، یه ظرفی، یه بشقابی، یه لیوانی، یه پارچی از همسایه قرض گرفتید، امانت گرفتید. آدم وقتی میخواد از دنیا بره باید بگه، بنویسه یا بده این امانت رو، یه جه بگه که آقا یه امانت مردم، این کاسه امانته، بدید این امانت. خب این یک. یا حالا مثال سادهش میزنم تا چه رسد به امانت‌های بزرگ. یا نه، اگر شما از کسی قرض کردید، 10 دلار به همسایه‌تون بدهکارید، 20 دلار به کسی بدهکارید، نه 1 دلار به کسی بدهکارید، اگه نرسیدید پرداخت کنید، از نظر شرعی واجبه وصیت کنید که آقا من 1 دلار به این همسایه بدهکارم، بعد از من 1 دلار بهش بپردازید. درسته؟ پس اگر امانتی دست ما بود باید وصیت کنید، اگر از کسی قرض گرفتیم باید وصیت کنید. و اگر مثلا نماز و روزه واجبی به گردن ما باشه، نمازی از ما قضا شده، روزه ای از ما قضا شده، نرسیدیم قضاشو انجام بدیم، کفاراتی به گردن ما بوده، واجبات مالی به گردن ما بوده، واجبه، یه مسلمان واجبه وصیت. پس یکی در امانت، اگر امانتی از کسی گرفتید، دو اگر قرض از کسی گرفتید، سه اگر یه واجبی به گردن شما بوده، نمازی، روزه ای، کفاراتی چیز. سوال اول ما اینه، سوال این علامه بزرگوار اینه، سوال چطور میشه یک پیامبری برای 1 دلار، مثلا مثالی که ما زدیم، برای 1 دلار بدهی به همسایه میگه وصیت واجب، برای 2 رکعت نمازی که از ما قضا شده باشه میگه وصیت واجب، برای 1 ظرف، 1 کاسه، کوزه ای که از همسایه امانت گرفته باشید وصیت واجب میدونید؟ وقت چطور میشه این پیامبری که وصیت تو این جزئیات بر امتش واجب تونست، برای امانت 1 کاسه کوزه میگه وصیت واجبه؟ وقتی این پیامبر در مهمترین امانت، یعنی انتقال به اصطلاح مأموریتی که خداوند به او داده به جانشین خودش، تو این مهمترین مسئله وصیت نکردن، معاذالله یادشون رفت وصیت کنه، امت رو به حال خودشون رها کردن رفتن، این همه اختلاف، این همه مذهب، این همه ملت، این همه دعوا. ما الان میدونید کتاب‌های ملل و نهل رو شما ببینید، ما صدها الان مذهب داریم، شما وقت شیعه رو میشنوید، اهل سنت رو میشنوید، نمیدونم زیدی میشنوید، مالکی و حنبلی و حنفی میشنوید، صدها فرقه درست شد. همین امروز که الان عالم اسلام گرفتار وهابیش هست، گرفتار تکفیریش هست، گرفتار اینا، همه خودشون مسلمان میدونن دیگه. اگر پیامبر تعیین کرده بود دعواها درست نمیشد دیگه. حالا میشه پیامبر تعیین نکرده باشه؟ میشه پیامبری عرض کردم برای 1 دلار میگه مسلمان، اگه ولو 1 دلار بدهی داری وصیت واجبه، اگر 1 کاسه از همسایه امانت پیش توست وصیت واجبه، اگه 2 رکعت نمازت قضا شده وصیت واجبه. وقت بزرگترین امانت یعنی انتقال مسئله رهبری جامعه دینی به نسل بعدی خودش، پیامبر تو این مسئله وصیت نکرد. عقل ما باور نمیکنه. اگر شما عقلتون باور میکنه، واقعا وجدانتون راضیه، میگید بله پیامبر سکوت کرد، بسم الله، بینکم و بین الله، اگه واقعا عقل شما میپذیره ما حرفی نداریم. من خواهش میکنم از عنایت کنید، عرض کردم خیلی مهمه، یه وقتی شما با کسی بحثتون باشه 1 دونه از این سوالا رو مطرح کنید کافیه. ما هیچ خدای نکرده بحث اختلاف انگیزی هم نداریم، من اعتقاد ندارم، اینو از اون مطمئن باشم، من هیچ کجا شاید تو رسانه مباحث من و عزیزان دیده باشم، اصلا قبول ندارم که خدای نکرده ما بخوایم به کسی توهین بکنیم، اهانت بکنیم به یه مذهبی، به حتی کسانی که مورد احترام مذاهب هستن، به شخصیت ها احترام، با کسی که منطق داره توهین نمی کنه، اهانت نمی کنه، دعوا نمی کنه، نه، با کمال احترام. من همیشه بحثمو یه جوری مطرح می کنم که میگم اصلا خوبه یه عزیزان اهل سنت مخاطب ما باشن، ما داریم با کمال احترام چند تا سوال مطرح میکنیم. سوال اولمون، ما باور نمیکنیم یه پیامبری بر امتش وصیت واجب کرده باشه و
ولی خودش وصیت نکرده باشه. سوال دوم، شاید این سوال دوم در میان 70-80 سوال از همه کلیدی تر باشه، گویاتر باشه. خواهش میکنم یه سوال بیشتر عنایت کنید. اگه خانمای بزرگوار، آقایانی که پای برنامه هستن، کاری دارن یه چند لحظه، اگه مباحث تو اینجا رو گوش نکردن، از اینجا به بعدم کاری دارن نمیرسن گوش کنن، عیبی نداره. این سوال دوم حداقل عنایت بفرمایید. حالا 7-8 سوال بعدو اگه خواستین کاری داشتین برید مهمونی مثلا، جایی میخواید برید دنبال یه دونه سوال توجه کنید. ببین سوال دوم اینه، ما معتقدیم پیامبر اسلام، همه مسلمان ها معتقدن، ما معتقدیم، همه مسلمان ها معتقدن پیامبر اسلام در طول 23 سال پیامبریشون تمام واجبات رو برای امت بیان کرد. درسته؟ چی واجبه؟ نماز واجبه، روزه واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، حج، تمام واجبات رو بیان، چیزی جایگزین نکردن، چیزی جا از جان انداختن. دوم، تمام حرام ها رو هم برای امت بیان کردن. چیا حرام هست؟ دروغ حرامه، تهمت حرامه، همه حرام ها رو هم بیان کردن. بالاتر، یک بخش معظمی از مستحبات رو برای امت بیان کرد. یک بخش معظمی از مکروهات رو بیان کرد. چیا کراهت داره؟ حرام نی، ولی انجام ندید بهتر. چیا مستحبه؟ این واجب نی، ولی انجام بدید بهتر. عزیزان من، باور می‌فرمایید که ما صدها حدیث، هزاران حدیث تو آداب مستحب داریم، یعنی خوبه این کارا رو انجام بدیم. مثلا همین آبی که جناب عالی میل می‌فرمایید و ما محرومیم از تناول آب به خاطر اینکه می‌خوایم مسلسل صحبت کنیم، لو دیدید مثلا روایت داریم خوب آدم یه لیوان آب رو 3 جرعه بنوشه، در حالات رسول خدا هست، از یه ظرف آبی می‌خواستن میل بفرمایند 3 جرعه می‌نوشیدن، در هر بارم یه بسم الله میگفتن، یه الحمدلله، بسم الله الرحمن الرحیم، یه مقداری مینوشیدن، الحمدلله، دوباره بسم الله الرحمن، یه جرعه می، الحمدلله، بار سوم بسم الله، الحمدلله. خب من یه مثال ساده تر بزنم. عزیزان باور میکنید فقط و فقط و فقط مثلا تو بهداشت شخصی ما آداب نمیدونم خوابیدن چجوریه، آداب مسافرت چجوریه، آداب غذا خوردن چجوریه، آداب آب نوشیدن چجوریه، آداب دوستی چجوریه، ما صدها عنوان داریم آداب، یعنی مستحب، خوب آدم اینجوری این کار انجام بده. ولی بالاتر از این، فقط تو نظافت شخصی از موی سر تا ناخن پا، باور میکنید از ما ده ها حدیث داریم، مثلا موی سرتون رو چجوری بگیرید، محاسنتون چجوری بگیرید، خضاب بکنیم نکنیم، ناخوناتون رو چجوری بگیرید، کی ناخوناتون رو بگیرید، جمعه بگیرید، پنجشنبه بگیرید، چند توش چهارشنبه، پنجشنبه بگیرید، چند توش جمعه بگیرید. اما یه بهداشت شخصی ما صدها حدیث داریم. یه نمونهشو بگم، من این مثالی که میگم نمیدونم عزیزان از من شنیدن یا نه، تو رسانه من زیاد اینو میگم، مخصوصا جوونا خیلی خوششون میاد از این مثال، مخصوصا جوونهایی که رشته پزشکی و دندان پزشکی میخونن خیلی خوششون میاد از این حدیث و از این مثال. ببینید 1400 سال پیش پیامبر ما فرمودن استاکو، حدیث خیلی کوتاهه، تو ذهن بسپارید، استاکو ارزن لا طولن. استاکو یعنی چی؟ یعنی مسواک بزن. استاکو فعل امره، مسواک بزن. چجوری مسواک بزنیم؟ ارزن لا طولن، یعنی از بالا به پایین، عرض دندون ها از بالا به پایین، طولی مسواک نزنید. الان هم دیدید به تبلیغات بهداشت جهان دندان میگن از بالا مسواک رو بزنید، جرم لای دندون ها باقی نمونه. یعنی پیامبر ما نه فقط سفارش به بهداشت عمومی داشتن، نه، نه فقط سفارش به بهداشت دهان و دندان داشتن، نه، بالاتر مدل مسواک رو هم برای امت خودش بیان کرد. سوال داریم، دعوا نداریم، تمام آیات جای خودش، روایات جای خودش، اون مباحث جای خودش. آیا عقل انسان میپذیره یک پیامبری تمام واجبات رو بگه، تمام حرام ها رو بگه، هزاران حدیث مستحب و مکروه رو بگه، حتی مدل مسواک رو برای امت خودش بگه، اما مدل اداره حکومت بعد از خودش رو برای امت بیان نکنه؟ عقل ما نمیپذیره. اگه واقعا شما عقلتون میپذیره، وجدانتون راضی میشه، بگید پیامبر چی نگفت؟ همه چیزو گفت. ناخن گرفتن و گفت، خوردن و گفت، خوابیدن و گفت، بیدار شدن و گفت، راه رفتن و گفت، آداب سفر رو گفت، همه ی آداب و گفت. عرض کردم فقط نظافت شخصی ما صدها حدیث داریم
تو بهداشت دهان و دندان مدل مسواک رو هم برای امت گفتن، اما این پیامبر معاذالله یادش رفت مدل اداره حکومت بعد از خودش رو بید. اگر شما میپذیرید به جانتون راضی میشه بسم الله. سوال سوم، من به سرعت بگم بلکه تعداد بیشتری از این سوالات رو بگم. سوال سوم، ما تاریخ اسلام رو داریم میبینیم، پیامبر اسلام رسول خدا وقتی میخواستن از مدینه برن بیرون یه مسافرتی داشتن، ولو دو روز، ولو سه روز، ولو یه هفته برای خودشون جانشین تعیین میکردن. این که دیگه همه قبول دارن، یه سنی و شیعه ندارید، تاریخ اسلام دیگه. یه سفر یه هفته‌ای داشتن، دو هفته‌ای داشتن، یه ماهه داشتن، نه سه روزه داشتن، جانشین تعیین میکردن. تو مدینه کسی باشه که در غیاب پیامبری وقت مسئله پیش آمد، اختلافی پیش آمد، سوالی پیش آمد، جانشینشون باشه. تو تمام سفرها پیامبر این کارو کرد. سوال سوم ما اینه، آیا شما عقلتون میپذیره پیامبر برای سفر سه روزه، یه هفته، یه ماه جانشین تعیین کنن، ولی برای سفر جاودانه، یعنی سفری که دیگه سفر ارتحاله، از این دنیاست، یادشون رفت جانشین تعیین کنن؟ عقل شما میپذیره؟ وجدان شما میپذیره؟ بسن. سوال چهارم، ما تاریخ اسلام رو میبینیم، پیامبر اسلام در موارد فراوانی افرادی تعیین میکردن. اگر مثلا استاندار بود، اگر فرماندار بود، اگر فرماندهان نظامی بودن، اگر مسئول بیت المال میخواست، همه رو خودشون تعیین میکرد. این تاریخ اسلام حکومت تشکیل دادن پیامبر در مدینه، 10 سال حکومت داشتن. این حکومت استاندار داشته، فرماندار داشته، فرماندهان نظامی داشته، عرض کنم که همه چیز داشته دیگه. تمام تاریخ اسلام میگه تمام این پیامبر افراد رو تعیین میکردن. حتی من بالاتر بگم، خواهش میکنم از آن عنایت کنن، در جنگ ها پیامبر گاهی فرماندهان رو نه تنها یه نفر، نفر دوم، نفر سوم. مثال بزنم، خب میدونید جنگ ها، همه جنگ های صدر اسلام سرنوشت ساز نبود، اون یه جنگ خیلی مهمی هم نبود، میرفتن یه جای درگیری مختصری بود، فرض کنید که 300 نفر 400 نفر بود. پیامبر فرمانده تعیین میکرد، حتی فرماندهان به ترتیب تعیین میکردن. مثلا مثال بزنم، در جنگ موته رسول خدا فرمود به این ترتیبی که من دارم میگم، فرماندهان به این ترتیبی که من میگم، نفر اول، فرمانده اول شما جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر مومن. اگر جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید، نفر دوم، فرمانده دومتون زید ابن حارثه. اگر در این جنگ فرمانده دوم به شهادت رسید، نفر سوم عبدالله ابن رواحه هست. یعنی پیامبر برای یک جنگ خیلی هم چیز پیچیده ای نبوده، فرمانده تعیین کردن، اونم فرماندهان رو به ترتیب، نفر اول اینه، نفر دوم اینه، نفر سوم اینه. وقت میشه عقل انسان میپذیره، واقعا امکان داره پیامبری که برای همه جا شخصا افرادی رو تعیین میکردن، وقت برای جانشینی خودشون، نه نفر اول، نه نفر دوم، نه نفر سوم، چی نگفته، همینجور گذاشتن به امت واگذار کردن رفتن. این همه دعوا، این همه درگیری، این همه مشکلاتی که در تاریخ اسلام پیش آمده، برای اینکه معاذالله، معاذالله بگیم پیامبر یادشون نبود کسی رو تعیین بکنه. اگر عقل شما میپذیره، واقعا عرض کردم ما دعوا نداریم، اگه وجدان شما میپذیره بپذیرید، قبول بکن. ما وجدانمون نمیپذیره، عقل ما نمیپذیره. برای استان مگه چقدر مسئله داریم؟ برای شهر، برای فرمانداری، برای استانداری، برای درگیری نظامی که خیلی هم عرض کردم همه درگیری نظامی سرنوشت ساز نبوده، پیامبر فرمانده تعیین کنن اول، دوم، سوم، ولی برای مسئله، مهمترین مسئله بعد از خودشون، یعنی جانشینی خودشون، سکوت کرده باشن، کسی رو تعیین نکرده باشن. اگر شما عقلتون میپذیره، وجدانتون میپذیره، بسم الله ما حرفی نداریم. سوال چهارم، عنایت بفرمایید شماره سوالات با جناب علی، اگر من وقت تعداد رو کمتر گفتم، بیشتر گفتم، این شماره ها با شما با جناب علی باشه که من فقط حواسم به طرح سوال باشه. دارن سوال چهارم هست. سوال چهارم، آقا قبول داریم، اصلا شما میگید پیامبر تعیین نکرده، ما میگیم آقا همین که شما میگید باش، پذیرفتیم. سوال بعدی ما اینه، اگر پیامبر تعیین نکردن چیکار کرد؟ آقا هیچی، به امت واگذار کردن، گفتن امت خودشون دیگه رشید شدن، امت عقلش میرسه، خودشون میدونن چه جوری خلیفه انتخاب بکنن. بسم الله. اولا که ما همچین رشدی در جامعه ندیدیم،
برای اینکه همه دعوا شد، این همه درگیری شد، این همه اختلاف شد، تا الان این دعوا ها و اختلاف ها برقراره. ولی حالا همین که شما میگید باش با شما کنار میایم، پیامبر تعیین نکردن و به امت واگذار کرد، قبول داریم، همین که شما میگید دیگه، پیامبر به امت واگذار کرد، امت هم نشستن و خلیفه تعیین کرد، خلیفه اول رو پیامبر سفارش کرد، امت خودشون امت هم انتخاب. حالا بازم دیگه اصلا وارد این مباحث نمیشیم که آیا امت همه بودن، آیا اهل مدینه همه خبر داشتن، آیا مردم مدینه اطلاع داشتن، آیا همه موافق بودن، این همه بنی هاشم که مخالف بودن، اصحاب خاص پیامبر سلمان و مقداد و عبیده و امیر مؤمنان و دیگران مخالف بودن، اینا رو کاری نداریم. حتی شهرهای بیرون غیر از مدینه اطلاعی نداشتن، خود مدینه مردم اطلاعی، حالا اینا اصلا کاری نداریم، با شما کنار میایم که آقا همین که شما میگید امت بنا بود انتخاب کنن، پیامبر به امت با بزرگ و پیامبر به سفارش پیامبر امت هم خلیفه اول انتخاب کردن. سلام نقبول داریم. سوال، خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ سوال میکنیم خلیفه دوم چجوری انتخاب شد؟ خب دیگه این تاریخ دیگه، این که معلومه خلیفه اول قبل از اینکه از دنیا برن خلیفه دوم تعیین کرد. ای آقا چرا پس قاعده رو به هم زدید؟ مگه شما نگفتید پیامبر به امت واگذار؟ پس باید امت خودش تعیین میکرد، تو خلیفه خلیفه تعیین کرد، خلیفه اول رو میگید امت انتخاب کرد، خب باید همین سبک ادامه پیدا میکرد. مدلش عوض شد، خلیفه دوم کی انتخاب کرد؟ خب معلوم تاریخ همه روشنه، خلیفه دوم رو خلیفه اول انتخاب کرد، به هم خورد دوباره قاعده. آقا گذشتیم، خلیفه سوم چجوری انتخاب شد؟ تاریخ خبر دارین دیگه، خلیفه سوم رو به یه شورا واگذار کردن، یعنی خلیفه دوم قبل از رحلتش یه شورا تشکیل داد، شورای 6 نفره، فراوان شنیده اید، گفت هر کسی این شورا رأی آورد اون میشه خلیفه. حالا کاری نداریم باز این شورا چه شورایی بود و نقشه از قبل تعیین شده بود، حق وتو داده بودن به بعضیا، اینا کاری نداریم، وارد بحث شورا خودش بحث بسیار مفصلی. امیر مؤمنان در نهج البلاغه خطبه سوم، خطبه معروف به شکنیه، بفرماد یا لله ولی شورا، پناه بر خدا از دست این شورا. شورا نبود، همه چیز از قبل تعیین شده، حالا کاری به این مباحث ندید. آقا شما به شورا واگذار کردید، رو مدل عوض کردید، کدوم یکی از اینا سفارش پیامبر؟ اگه بنا بود امت انتخاب کنن و خلیفه اول امت انتخاب کردن، در مورد خلیفه دوم چنین کار نشد، در مورد خلیفه سوم چنین کار نشد. اگه بنا بود به شورا واگذار بشه، چرا از اول این کار نشد؟ اگه بنا بود خلیفه قبل خلیفه بعدو تعیین بکنه، خب چرا پیامبر چنین اجازه بهش ندادید؟ یعنی شما میگید پیامبر چنین اجازه ای نداره و نداشته و نکرده و یادش نبوده معاذالله. این سوال مهمیه. عزیزان من خواهش میکنم بحث رو جدی بگیرن، بعدا هم این بحث رو در یوتیوب یا صوتش رو تکرار مکرر عزیزان عنایت کنن. به کسانی که تو این مباحث سوالی دارن، مشکلی دارن، اصلا که مهمیه، من دارم تمام مباحث رو از یک علامه بزرگی که شخصیتش معرفی کردم نقل میکنم و ایشون خیلی ظریف وارد شده. الان شما بیاید آیه قرآن بخونید، آقا انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بگید آقا این آیه راجع به امیر مؤمنان، بگید آقا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این آیه مال امیر مؤمنان، بگید آقا یا ایها الرسول بلغ ما انزل، بگید مال اینا. ها تا آیات قرآن رو بخوایم بخونیم، اون یه چیز میگه، این یه چیز میگه، این یه تفسیر میکنه، اون یه تفسیر میکنه. داستان قدیر رو بخوایم بگیم، آقا داستان قدیر چی بود؟ من کنت مولا فهادا علی مولا، علی مولا رو اون یه جور معنا میکنه، یه جور آخرش هم بجه، نه اصلا اونم جای خودشو بحثه، خیلی محکمیه. ولی من حرفم اینه، این علامه بزرگوار میگه اصلا من کاری به آیه ندارم، به حدیث ندارم، سوال دارم. شما میگید پیامبر سکوت کرد، به امت واگذار کردن. اگر به امت واگذار کردن چطور میشه سه انتخاب رو سه مدل شما؟ بعد یه داستانی بگم، حالا به هر حال گفتم بعد از افطار یه کمی شاید توجه به مطالب سخت باشه، مخصوصا اگه در افطار عزیزان یه کمی نمیدونم زیاد روی نکرده باشن، حالا مایعات که خوبه زیاد تناول بفرماین، شاید یادم حال شنیدن نداشته باشه. من این قصه بگم که حالا اگر عزیزان حال شنیدنم ندارن این قصه رو بهتر بشنم. از علمای شیعه در حدود شاید مثلا 40-50 سال پیش از دنیا رفته شخصیتی است به نام آیت الله غلام حسین تبریزی. اگر در بیان مخاطبین ما مشهدی های عزیزی باشن میدونن، چون در مشهد زندگی میکردن،
امام جمعه مشهد بودن قبل از انقلاب، از قدیمی ها هستن، مبارز بوده، مجتهد بوده، فقیه بوده. تو داستان کشف حجاب مسجد گوهرشاد و درگیری با رضاخان حضور داشته، خیلی عالم بزرگی هست. اخیرا یه کتابی دارم راجع به شخصیت ایشون، شاید حدود 700 صفحه نوشتم، آیت الله شیخ غلام حسین تبریزی. تمام 50 سال 60 سال تو مسجد، تو مشهد، مسجد گوهرشاد امام جمعه بوده، نماز میخونه. حالا یه شخصیت بسیار ممتازی. این داستانی رو نقل میکنه، این کتابی داره به نام الدروس الدینیه، هم عربیه هم فارسی. تو این کتاب این داستان رو نوشته، داستان رو عنایت کنید، نوشته من رفت و آمد داشتم به مناطقی که برادران اهل سنت ما بودن، عالم بوده دیگه، ملا بوده، میرفته برای بحث گفتگو، ما همیشه گفتگو داشتیم، دعوا نداریم با کسی، رفت و آمد میکنده. یه سفری رفتم مهاباد، زیاد میرفته ایشون مهاباد. مهاباد میدونی که از شهرهای استان آذربایجان غربی هست، نه آذربایجان غربی، آذربایجان غربی. از ارومیه تقریبا شاید 2 ساعتی راه هست تا مهاباد. من تا ارومیهش رفتم، مهابادم از طرف کنیز رفتم، ایشون رفتد مهاباد. نوشته من یه سفری که رفتم مهاباد، خوب با امام جمعه مهاباد رفیق بودم، ایشون به احترام ما خبر شد، یه جمعی از اهل سنت شهر رو، بزرگان اهل سنت رو دعوت به احترام ما که قبیه مهمانی و زیافتی. من خواهش کردم که اگر میشه این مهمانی رو بذارید برای فردا، من از راه اومدم، خسته هستم، مشهد کجا، مهاباد کجا، از فردا جلسات مهمانی و گفتگوها برگزار بشه. اون امام جمعه مهاباد که اهل سنت هستن، تقریبا همه مهاباد اهل سنت هستن، گفت که نه امشب ما بحثی نداریم، فقط همین مهمانی، بحثا از فردا. گفتم باشه. وقتی سفره غذا رو انداختم، وسط مهمانی کسی یه سوالی از من پرسید، از این آیت الله شیخ قنوت تبریزی، یکی از کسایی که آمده بود، گفت حضرت آیت الله من یه سوالی از شما دارم. گفتم امشب بناشو سوال نباشه، فردا. من سوالم خیلی ساده است، یه سوال خیلی ساده دارم، یه کلمه شما جواب بدید تمام میشه. گفتم خب اگه واقعا یه کلمه ای اب نداریم بپرسیم، قضامون رو میخوریم دیگه. نظر شما راجع به خلیفه اول چی؟ گفتم ای بابا، سوالی بود، مهمترین بحث ما همین راجع به خلافت خلیفه اول، این کلمه یه کلمه نیست که من جواب بدم، این بحث میطلبه، باشه فردا. گفت نه من شاید فردا نبودم، شما یه جمله یه کلمه جواب ما رو بده. خب این عالم بزرگوار خیلی زیرکانه جواب داد. میدونید مناظره یه علم، یه دانشه، آدم گاهی با یه کلمه طرف رو ضرب فنی میکنه، زور زیاد نمیخواد. تو این کشتی ها دیدید دیگه، اگر یه کسی طرفش رو ضرب فنی میکنه، نه اینکه این قدرتش بیشتر از اون، زور بازوی که نیست که، به هیکل که نیست، مدلش مدل کار رو بلده، ضرب فنی رو بلده، راه کارها رو بلده. یه سوال کرده بود، اونم یه جمله فقط جواب داده بود، فرموده و اگه نظر من راجع به خلیفه اول میخواهید، به نظر من خلیفه اول از همه اصحاب پیامبر بالاتره. کی گفته بود؟ این آیت الله عالم شیعه، آیت الله شیخ غلام حسین تبریز. گفته بود مقام خلیفه اول از همه اصحاب بالاتره، از سلمان، از مقداد، از عمار، از ابی ذر، حتی از علی ابن ابی طالب. حتی بالاتر برات بگم، از همه انبیا، همه اولیا، از ابراهیم، موسی، عیسی. بالاتر بگم، از خود خاتم النبیین هم بالاتر بود، عقلش، فکرش، تدبیرش، آینده نگریش از پیامبر هم بالاتر بود. گفت تا من این جمله رو گفتم، این کسی که از اهل سنت در سر سفره بود ناراحت شد، گفت بله زشت شما یه عالم شیعه سوال من رو با مسخره جواب میدید، ما که اهل سنتیم یه همچین عقیده ای نداریم که بگیم خلیفه اول از پیامبر هم بالاتره، از همه اصحاب بالاتره، از انبیا بالاتره، چون شما یعنی چه عقیده ای دارید؟ چون فرموده به خاطر اینکه ببینید شما رو سبکی که شما پیش میرید نتیجه همین میشه. من رو اعتقاد شما میگم، شماها میگید پیامبر بعد از 23 سال خون جگر، سختی، مشکلات، 13 سال مکه، اذیت ها، شکنجه ها، 10 سال مدینه، همه چیزو برای امت گفت، واجباتو گفت، حرام ها رو گفت، مستحباتو گفت، مکروه همه رو گفت، ولی با کمال تأسف معاذ الله عقلش، فکرش، آینده نگریش انقدر نبود که بگه امت، مردم بعد از من تکلیف شما چیه، جانشین چیه، یادش رفت. ولی خلیفه شما اینطوری که شما میگید، با اینکه یه خلافت آماده بهش رسید، 3 سال و چند 2 سال و چند ماه بیشتر نبود،
ولی جانشین خودش تعیین کرد. شما نمیگید، یعنی شما میگید پیامبر آینده نگری نداشت، لازمه حرف شما پیامبر یادش نبود ولی خلیفه شما یادش. کدومو میپذیرید؟ آیا واقعا پیامبر نگفته؟ اگه اینو بگید یعنی پیامبر معاذالله یادش رفته. اگه بگید دیگران عقلشون بالاتر از پیامبر، شما کافرید. شما که ملتزم نمی، هیچ کسی هیچ مسلمانی حرف رو نمیپذیره که بگید دیگران عقلشون از پیامبر بالاتر بود. اگر نه شما مثل ما میگید پیامبر عقلش بالاتر بوده، تدبیرش آینده نگرد، بسم الله بگید پیامبر که تعیین کرد، یا بگید پیامبرم عقلش رسیده، ما آینده نگر بوده، ما معاذالله یادش نرفته. اگه یادش نرفته بگید کیو تعیین کرد. اگر بگید پیامبر یادش رفت ولی خلیفه اول یادش بود، کفره، بتونم قبول ندارید. کافره کسی بگید دیگران عقلشون بالاتر. یکی موقع وقتی من این جمله رو گفتم، یه آقا دیگه نتونست جواب بده، واقعا نتونست. واقع سوال خیلی مهمی. میگو من همینقدر میدونم که اون شب که من در اونجا استراحت کردم خونه امام جمعه، تا صبح که بیدار میشونم میدم امام جمعه هنوز نخوابیده. بنده خدا با خودش فکر میکرد، دستش میزد که من فردا جواب مردم رو چی بدم اگر چه سوالی مطرح کرد. خواهش میکنم ازن عنایت کنم، این سوال مهمی. قبول دارید که عقل پیامبر بالاتره یا نه؟ درایت پیامبر بالاتره؟ عقل پیامبر میشه مقایسه کرد؟ به قول حکیم سنایی خیلی زیبا گفته، میگه آفتابن در سما آنگه کسی گوید سها، آفتابن در سما خورشید عالم تاب تو آسمان باشه، کسی سراغ سها رو میگیره، یه ستاره کم نور. آفتابن در سما آنگه کسی گوید سها، مصطفی اندر جهان آنگه کسی گوید که عقل. ای از همه ممکنات عقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. ای میر امم امیر لولاک، بی فخر بشر نبی اکرم. کسی جرأت میکنه بگه این پیامبر آینده نگریش کمتر بوده، ولی این آقا آینده نگریش، این آقای خلافت آماده 3 ساله بهش رسید، عقلش رسید جانشین تعیین کنه، ولی پیامبر یادش نبود، معاذ. این هم یک سوال. پس آقا اگر شما مدل انتخاب رو میگید پیامبر به مردم واگذار کردن، راجع به خلیفه دوم و سوم این کار صورت نگیره. من نمیدونم چقدر یه وقت دارم و چقدر از حوصله آقایون باقی مونده، بازم اشاره کنم یا اینکه به پرسش ها بپردازیم. اجازه من یه مطلب دیگه بگم، اگر از اون سوالی دارن واگذار کنم به پرسش ها و پاسخ ها. یه نکته، سوال در حقیقت پنجمه، حالا من میخواستم حداقل فکر میکنم میرسم یه 10 موردی رو بگم. وقتی یه جمله رو یادآوری کنم، از اون میدونید خیلی از کسانی که با مکتب اهل بیت آشنا شدن همین تاریخ رو نگاه کردن، همین سوالات براشون مطرح شد. عزیزان من، جوانهای عزیز، باور بکنید گاهی یک سوال تفکر یک انسان رو عوض میکنه. لابد شما شنیده اید، بذار باز من این داستان رو بگم بعد آخرین سوال رو مطرح کنم. لابد شنیده اید نام دکتر تیجانی سماوی، دکتر تیجانی معروف دیگه نامش، این خب از استاد دانشگاه بوده، در تونس بوده، در تیجانی میگن بهش دیگه، بعد به مکتب اهل بیت گرایش پیدا کرده، چندین کتاب نوشته، کتاباش هم خیلی پرتیراژ هست، به زبانهای مختلف ترجمه شده. لابد دیدید کتابایشون رو. اولین کتابش به فارسی ترجمه شد، آنگاه هدایت شدم، عربیش ثم اهتدیت، آنگاه که هدایت شدم. کتاب دوم فاسألوا اهل الذکر، کتاب سوم لأکون مع الصادقین، همراه با راستگویان. خود 10 تا کتاب نوشته، کتاب های تأثیر گذار. خودش هم قبلا اهل سنت بوده، اطلاعاتش هم زیاد بوده. وقتی به مکتب اهل بیت گرایش پیدا کرده، با اون اطلاعات گسترده و آشنایی با مکتب اهل بیت، کتاب های خیلی مؤثره. حتی به این آسونی هم شیعه نشده، رفته در نجف با شهید آیت الله سعد صحبت کرده، با مرحوم آیت الله خویی صحبت کرده، ایران اومده با علما صحبت کرده و بعد رسیده به مکتب اهل بیت. این کتابایی که لابد از آن دیدن خیلی مؤثره، کتابا رو بخونید خیلی خوب. ببین تو مقدمه کتابش داستان جالبی نوشته، این قصه رو از آن عنایت کنم. نوشته اصلا چی شد که به ذهن من رسید که بیام مکتب اهل بیت رو بررسی کنم. بالاخره میدونید تغییر مذهب چیز آسونی نیست، کسی یهو مذهبش عوض بکنه. میگه من یه وقتی به ذهنم رسید که بابا حتی همین راهی که من تا حالا داشتم، یعنی مکتب تیر اهل بیت، مکتب اهل سنت، چه اشکالی داره. فقط گفتم برم با خودم ببینم اینا، اگر پیرو به این مکاتب باشم، پیرو به این مذهب باشم، دینم و فقهم و احکام فقهم از کی باید یاد بگیرم؟
عزیزان لابد میدونن زیاد شنیدن برادران اهل سنت ما یا حنفی مذهبن امامشون کیه؟ ابو حنیفه است. یا مالکی مذهبن امامشون کیه؟ مالک. یا شافعی مذهبن امامشون کیه؟ محمد بن ادریس شافعی. یا حنفی مذهب یا حنبلی مذهبن امامشون احمد حنبل. تقریبا الان عمده اهل سنت در عالم این چهار فرقه هست. میگه با خودم گفتم آیا اشکال داره من همین مسیر رو ادامه میدم، برم ببینم اینا کدوماشون به پیامبر نزدیکتر بودن، زمانشون به پیامبر نزدیکتر بوده، من اون مذهب رو بگیرم. کدوماشون پیامبر رو دیدن؟ آیا اینا قبل از پیامبر به دنیا اومدن، زمان پیامبر به دنیا اومدن، همزمان با پیامبر به دنیا اومدن، تو مکه پیامبر رو دیدن، تو مدینه پیامبر رو دیدن؟ برم بررسی کنم این چهار امام، چهار پیشوا. میگه وقتی رفتم بررسی کردم گفتم خب من میرم حنفی مذهب میشم، امامم بشه ابو حنیفه. تاریخو نگاه کردم دیدم ایداد بیداد، ابو حنیفه سال 80 از هجرت به دنیا اومده. عزیزان من پیامبر چه سالی از دنیا رفته؟ پیامبر میدونید یه سال 10 هجرت از دنیا رفته، یعنی تازه اومدن مدینه، 10 سال مدینه بودن، 10 هجرت. اگر کسی سال 80 هجری به دنیا اومده یعنی چند سال بعد از پیامبر به دنیا اومده؟ 70 سال بعد از پیامبر تازه به دنیا اومده. گفتم که خیلی فاصله داره با رسول خدا، چون من تمام دینم و از اینا چطور بگم امام ابو حنیفه تمام احکام الهی رو به واسطه. گفتم این حنفی مذهب نمیخوام بشم، میرم مالکی مذهب میشم. مالک رو دیدم سال 93 به دنیا اومده، رفت عقب‌تر. گفتم نه اصلا میرم به اصطلاح حنبلی مذهب میشم. تاریخ ولادت احمد حنبل رو دیدم 150 هست، دیدم باز دورتر شد. گفتم میرم شافعی مذهب میشم، تاریخ ولادت شافعی رو دیدم محمد ابن ادریس، دیدم 164. یعنی نزدیکترینشون 70 سال بعد از پیامبر به دنیا اومده، دورترینشون 154 سال. گفتم خب پس برم اینا مکتب شیعه چی میگه؟ نگاه کردم مکتب شیعه از امیر مؤمنانی تقلید میکنه، پیروی میکنه، نه تمام در احکام فقه. امیر مؤمنان که این نهج البلاغه رو ببینید، حضرت میفرماید ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل، من مثل بچه‌ای که دنبال پیام، دنبال مادر بدوه، دنبال پیامبر. از شیرخوارگی امیر مؤمنان در محضر پیامبر. این نهج البلاغه است، من مجال نیست بخونم. یمزق الشی ثم یلقمنی، دامن پیامبر بود. گفتم آیا با کسی باشم که از بچگی کودکی دنبال پیامبر بوده یا کسانی که با این فاصله بود؟ لذا من مذهب اهل بیت رو انتخاب کردم. بعدم هم تو کتاب نوشته عرض کردم همه کتاب ها تأثیر گذار بوده، خیلی خیلی مؤثر بوده، بسیار بسیار مؤثر بوده. یعنی یک سوال، اینی که من سوالات رو مطرح کردم به خاطر اینکه یادمون باشه یک سوال طرز تفکر انسان رو عوض میکنه. شما اگر بتونید بدون دعوا، عرض کردم ما دعوا نداریم، بدون دعوا، بدون حرف و حدیث، بدون هیچ تندی، یک سوال، یکی از این سوالا رو، 70-80 تا سوال، من 4-5 شو رسیدم بگم. البته من یه سوالی هم اضافه کنم، یعنی در حقیقت میدونم شاید الان ما بخوایم پاسخگوی سوالات عزیزان باشیم، یه سوالی که حدس میزنم در میان پرسش های عزیزان باشه، من جلو جلو جواب بدم بعد دیگه در خدمت عزیزان باشم. ببینید الان شاید خود شما سوال کنید آقا این چه بحثی مطرح میکنید؟ اگر پیامبر راجع به امیر، اینو مطرح میکنن، زیاد مطرح میکنن، اگر پیامبر راجع به امیر مؤمنان سفارش کرده بود، فرموده بود علی ابن ابی طالب جانشین، مگه میشد اختلاف باشه؟ اگر بود اختلاف نمیشد که، همه نقل میکردن و دعوایی نبود، مردم پیامبر رو دیده بودن، پیامبر رو دوست داشتن، حرف پیامبر رو گوش میکردن، مگه میشه اختلاف؟ حتما نبوده. اگه پیامبر گفته بود که نمیشد دعوا باشه. اینو زیاد مطرح میکنه آقا محال پیامبر گفته باشه که علی ابن ابی طالب جانشین منه، بعد هم مردم نپذیرفته باشن به همین زودی، به همین راحتی. این مرد بزرگوار، این علامه بزرگوار، ده ها مثال زده. من اصلا وارد نمیشم، خیالتون راحت، میخوام وارد بشم میشه جلسه دیگه. ده ها مثال زده که آقا این مثال ها چی جواب میدید؟ در زمان پیامبر، پیامبر دستوراتی دادن یا نه یه عملی انجام دادن؟ ولی امت گوش نکردن. این همه اختلافه. تو شما میگید اگر پیامبر گفته بود حتما همه گوش میکردن. من مثالایی که ایشون زده سریع بگم براتون. مثال اول، پیامبر مقابل چشم مردم وضو میگرفتن یا نه؟ وضو پیامبر یواشکی که نبود، مخفی که نبود، چرا چشم مردم بود؟ چرا الان ما در میان امت اسلام در وضو اختلاف داریم؟
نگید اگر پیامبر گفته بود، وضوعی که جلو چشم مردم بود، چرا با امت اسلام اختلاف داره؟ تو مثال دوم، پیامبر نماز مخفی میخوندن یا جلو مردم میخوندن؟ تو محراب میرفتن جلو مردم میخوندن؟ چرا در نماز ما اینقدر اختلاف داره؟ یه عده دست بسته میخونن، دیدی دیگه اهل سنت دست بسته میخونن، یه عده محترم دست باز میخونن، مالکی ها شیعه ها دستشون اینجور نمیگیرن، اما بقیه مذاهب میگیرن. مگه پیامبر ندیده بودن؟ نماز پیامبر ندیده بودن؟ چرا اختلاف شد؟ الان در نماز در نماز دیدید دیگه اهل سنت الان گوش کنید دیگه، شباکاری نداره. اینا هم وقتی میخوان نماز بخونن بسم الله الرحمن الرحیم رو نمیگن، یا آهسته میگن. الان گوش کنید نمازهای مسجد الحرام، مسجد نبی، قوقاس دیگه این شب. الله اکبر، الحمدلله رب العالمین. آقا بسم الله کو؟ پیامبر بسم الله میگفته یا نمیگفته؟ بلند میگفته یا آهسته میگفته؟ خب چرا اختلافه؟ نماز پیامبر رو ندیده بودی؟ مثال چهارم، اذان مگه بر بالای مناره ها نبود؟ اذان یواشکی که نمیگفتن؟ آقا بالا مناره اذان میگفت. چرا الان مسلمان تو اذان اختلاف داره؟ آیا زمان پیامبر تو اذان حی علی خیر العمل بوده یا نبوده؟ چرا الان تو اذانهای شما نیست؟ ده ها مثالیشون میزنه. بنابراین این که اگر کسی بگه نه اگر پیامبر گفته بود اختلاف نمیشد، این جوابهای بسیار بسیار مفصلی داره، ده ها نمونه داره که من یه چند تاشو خیلی به عجله عرض کردم. ظاهرا خستتون کنم، در خدمتون هستم. خب طیب الله جا، امشب بحثمون یه مقدار با شبهای قبل تفاوت بود. یک سوالی آجا از دیشب یکی از عزیزان فرستاده مربوط به بحثای شبهای قبل هست، اگر اجازه بدید این سوال رو برای اینکه به هر حال بحثای دیشبمون بشه عرض بکنم خدمتتون، بعد بریم سوالاتی که امشب عزیزان فرستادن در ارتباط با همون بحث ارتباط به هر حال با همسر که دیشب شما فرمودین. یکی از عزیزان سوال کردن که خیلی تشکر کردن از بحثتون و گفتن که خیلی از این مباحث که شما مطرح کردید شاید برای اولین بار بوده که شنیدن و خیلی براشون جالب توجه بوده و اصلا شاید خیلی براشون اصلا غیر قابل باور بوده، رفتن تحقیق کردن دیدن که واقعا اینا هست و براشون به هر حال بحث نوعی بوده. همون بحثی که شما فرمودید بعد از طلاق باید که در منزل باشن و اینها، در همون ارتباط سوال کردن که اگر همسر ما اصرار به برگشت به ایران داشته باشن، ایشون ظاهرا ساکن کانادا هستن، گفتن که اگر همسر ما اصرار بر بازگشت به ایران داشته باشن ولی مرد صلاح خانواده را از حیث مالی و از حیث برها جنبه های دیگه زندگی در این بدونه که باید اینجا بمونن، تکلیف چیه؟ چه کار باید بکنن؟ اصلا از کجا بفهمیم که زندگی در کانادا به صلاح ما هست یا در ایران؟ این سوال این دوستمون بوده. پس راجع به قسمت آخر فرمایشون دیشب اشاره کردم، گفته بودن که آیا تربیت فرزندان ما در اینجا بهتر انجام میشه یا در ایران، یعنی در غرب آسان‌تره یا در ایران. دیشب اشاره کردم اونو دیگه بر نمیگرد. اگه از آن خواستن اون صوت و تصویر فیلم دیشب رو ملاحظه بفرمان، اون رو اشاره کردم تکرار نشه. اما راجع به اینکه به توافق نمیرسن، من به نظرم بهترین کار این است که به توافق برسن. به هر حال با دیگران مشورت کنن، با بزرگانی که قبولشون دارن، ریش سفیدایی که قبولشون دارن، یا عالم دینی یا هر کسی که مورد قبولشون، اینکه به توافق برسن و اختلافی نباشه. به هر حال اگه بنا باشه با اختلاف برگردن، یکی میگه من مخالفم یکی میگه موافقم، این دیگه زندگی همش با دعوا و ناراحتی و اختلاف به جایی نمیرسه. به نظر من بهترین کار این است که همینجا به یه شکلی به توافق برسن، هر کدوم میتونن دیگری رو قانع کنن و با یه وحدت رویه عمل بکنن، از همه بهتره. بخش دومش هم باید که دیشه برد. بله، در ارتباط با بحث امشب، خب عزیزان همینجور که حالا شما صحبت میکردید کامنت ها و سوالات میومد روی کانال یوتیوب، من حالا گفتم که فرصت رو غنیمت داشته باشیم صحبت های شما تموم بشه و حالا بتونیم یه جمع‌بندی از سوالات و نظرات دوستان داشته باشیم. در ابتدا یکی از خواهرای نکته اشاره کردن که ایشون اظهار شک و تردید کردن از اینکه خب اگر با
در حقیقت عرضه چند تا سوال قرار بود که بحث امام شناسی شکل بگیره و به هر حال مردم متوجه حقایق در این قضیه بشن. در طول تاریخ ایشون عنوان کردن که خب با مثلا ایراد چند تا سوال دیگه این همه مذاهب و این همه مثلا اهل سنت و فرق مختلف اسلامی شکل نمی گرفت. ایشون یه مقدار عرض شک و شبهه کردن که با چند تا سوال شاید خیلی سخت باشه که بگیم بحث امام شناسی رو بشه تکمیل کرد یا به نتیجه رسون. من عرض کردم به عنوان نمونه گفتم آقای دکتر تیجانی سماوی مثلا انگیزه این که ایشون آمد دنبال تحقیق و بررسی و علمای نجف، علمای قم، علمای مشهد، بعدم شیعه شد و اینقدر کلامش تاثیرگذار بود، یک سوال بود. چرا یک سوال نمیتونه تحولی در انسان ایجاد بکنه؟ قطعا میتونه. در طول تاریخ کسایی هم که با یه مذهب اهل بیت آشنا شدن گاهی با همین یه دونه سوالات، شما از کجا میفهمید سوال اثر نداره؟ شما الان یه دونه از این سوالات، چند تا سوال من مطرح کردم، یکیشو شما مطرح کنید برای کسانی که با مکتب اهل بیت آشنا نیستن، ببینید درشون تحول ایجاد. بله، وقتی کسی تعصب میخواد به خرج بده هیچ، وقتی کسی تصمیمشو از قبل گرفته هیچ. من گفتم این سوالات رو نمیدونم این بیننده بزرگوار اول بحث بودن یا نه، همین سوالات به یک علامه بسیار بسیار بزرگ زوکنون به اصطلاح، کسی که حکیم بوده، فقیه بوده، طبیب بوده، متکلم بوده، اصولی بوده، 80 تا کتاب داره، ولی این از یه نگاه دیگه آمده. اگه این نگاه تأثیر گذار نبود این علامه خودش رو معتبر نمی کرد و قطعا اثر گذاره. هر کلم گاه یک سوال، شما یه دونه سوال شما مطرح بود، نه اینکه ما نخواهیم بحث آیات، چرا آیات و قرآن جای خودش، تاریخ اسلام جای خودش، روایات جای خودش، یه دونه از این سوال رو شما به ما جواب بدید. بسم الله. همین خواهر بزرگوار الان خودش رو بذارید جای برادران اهل سنت، اشکال نداره، مناظره است دیگه. حتی من به دوستان پیشنهاد کردم، فراوان به جوان ها گفتم، حالا بعد نیست تو این وسط خیلی به عجله این خاطره رو بگم، یه روزی تو همین منبرهایی که ما جمعه ها خدمت مرمات الله بهجت میرفتیم، یه روز همین بحثا رو من مطرح کردم برای جوونا، چون خیلی درسشون شلوغ میشد، برای اینکه جوونا میخواستن ایشونو ببینن، خیلی هم جوون بودن، همین بحث رو مطرح کردم. از جمله کتاب مراجعات رو پیشنهاد کردم جوونا بخونن. مراجعات لابد میدونید مال علامه شرف الدین، بزرگترین عالم شیعه، از اون طرف شیخ سلیم رئیس دانشگاه الازهر مصر، بزرگترین عالم شیعه و عالم اهل سنت، مراجعات اسمش پیداست، نامه به هم نوشتن. یعنی اون شیخ سلیم رئیس الازهر یه سوال پرسید از علامه شرف الدین راجع به مذهب تشیع، ایشون جواب داد. نامه دوم، نامه سوم، نامه چهارم، جمعاً 100 تا نامه است، بیش از 100 تا نامه، یعنی 50 تا رئیس الازهر نوشته، 50 تا هم اون جواب داد. من تو اون جلسه به جوونا گفتم این کتاب بردارین، یکی بشه جای رئیس الازهر مصر، دانشگاه الازهر، یکی بشه جای علامه شرف الدین، با هم مناظره کنید، بخونید، قبلا مطالعه کنید، آخر هفته هر جلسه مثلا 2 تا 3 تا، عجله نکنید تمام بشه، بخونید. یه سواله، بله یک سوال گاهی تحول ایجاد میکنه. این کتاب معرفی کردم، وقتی جلسه تمام شد آمدم خدمت مرحومت الله بهجت، ایشون فرمود اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه دیگه حجت برایش تمامه، نمیدونه بگه من یه سوال دیگه داشتم، این سوال اگه جواب میدادن من تکلیفم معلوم میشه. یک سوال، همین کتاب مراجعات، ببینید هزاران هزار نفر با برکت این کتاب آمدن با مکتب اهل بیت آشنا شدن. البته کتابای دیگه هم داریم الان، نه منحصر به کتابای همین دکتر تیجانی که عرض کردم. چرا؟ یقین داشته باشید یک سوال رو از همین سوالایی که من مطرح کردم کنم، یکیش شما مطرح بفرمایید با کسی، من نه اصلا نه، خود شما به من جواب بدید، خود شما بکید. مثل این مناظرهایی که گفتم به من، به جوان ها زیاد میگم، شما یکی تون بشید الازهر، شما الان شما خواهر بزرگوار بشید جای رئیس دانشگاه الازهر، منم مثلا جای علامه شرف الدین که حالا خاک پای علامه شرف الدین هم به حساب نمیاد. همین 5 تا سوال ما، 5 تاش هم نه 6 تاش هم، یکیشو به من جواب بدید، امشب جواب بدید، پیام بدید، تو فردا جواب بدید، هر چی جواب هست بنویسید، ببینیم میشه جواب داد. یه دونه از این سوالا رو قشنگ صوت و فیلم رو یه بار دیگه تکرار کنید، قشنگ گوش بکنید، ببین میشه یکی این سوالا رو جواب داد. قطعا اثر داره. صداتون رو باز نکردین، صداتون باز نکردین.
بله، عذرخواهی میکنم. یکی دیگه از عزیزان یک مطلبی رو فرستادن، در حقیقت از نظر ایشون مقایسه در حقیقت وصیت های مالی یا مثلا بحث وصیت برای بدهی ها با وصیت و برای جانشینی پیامبر رو ایشون گفتن که از نظر ایشون خیلی شاید مقایسه منطقی یا عقلی به نظر نیاد. حالا ایشون در حقیقت اشاره کردن که شاید مقایسه مع الفارقه، گفتن این دوتا رو اینا با توجه به اهمیت موضوع نمیشه با هم مقایسه کرد، که مثلا وصیت در ارتباط با یک بحث کدوماش بالاتره؟ کدوما بالاتره؟ جانشینی پیامبر بالاتره یا هم بالاتره؟ یه اون بالاتره. ما سوالمون اینه، سوال این علامه اینه، تو برای یه دلار و دو رکعت نماز و یه بشقاب و کاسه‌ای که از همسایه قرض کردیم امانت گرفتیم وصیت واجبه؟ وقت برای مهمترین مسئله، اگه اون بالاتره اتفاقا سوال خوبیه، قبول داریم قیاس مال فارغ اصلا قابل مقایسه نیست. جانشینی امت تا امروز این همه دعوایی که ما داریم، این همه درگیری و اختلاف و ملت هاست مذهبای مختلف سر همینه. ما نمیخوایم بگیم اینا بله قطعا امامت ربطی به یه دلار و نمیدونم یه کاسه و یه دو رکعت نماز نداره. من میگم اگه شما اینجا رو پذیرفتید وصیت در نگاه دین واجبه، وقت چطور میشه اونجا واجب نباشه؟ در ادامه آقا این دوستمون عنوان کردن که شاید اصلا خدا خواست خداوند این بوده که پیامبر جانشین برای حکومت تعیین نکنن. حالا این تعبیر دوستمون هست. خب خواست خدا بوده این همه دعوا و کشتار و اختلاف و این بلایی که امروز جامعه اسلامی از وهابی ها میکشن، داعشی ها میکشن، تکفیری ها میبرن، این همه دعوا ها خواست خداست؟ البته من فکر کنم که حالا شما فرمودید که امشب بحث آیات و روایات نداریم، به هر حال تو آیات و روایات هم کلی مطلب هست که خداوند خواستش به هر حال این جور بوده که این معین بشه. ما وارد آیات نشدیم. بله اصلا حالا گذشته، بازم با آیات روایات کار نداریم. تو میشه من بپذیرم، شما بپذیرید، کسی بپذیرید که خواست خدا بوده که یه توجیه همون ظلم ظالمین و این نظریه جبری که خلفای بنی امیه تبلیغ میکردن. یزید چی میگفت؟ میگفت اگه امام حسین کشته شده خواست خدا بوده دیگه. تو از این آیه که یزید میخونه این بود دیگه، گفت تو از من تشا تو ذل من تشا، خدا به یکی میخواد عزت بده یکی میخواد ذلت بده. نظریه جبر رو اونا رواج میدادن که مردم رو قانع کنن بگن خواست خدا بوده، حرفی نزنید، خدا خواست امام حسین کشته بشه، خدا خواست ما حکومت کنیم، برای که ساکت کنن مردم. حتما منظور این مخاطب عزیزمون این چیزی نیست، ولی عرض کردم اگه بپذیریم وقت لازمش خیلی سخت. آقا یکی دیگه از عزیزان عرض سلام و ارادت داشتن خدمت شما، تشکر کردن برای به هر حال بحث‌های مفیدی که مطرح کردید. از نظر ایشون به هر حال این بحث‌ها مفیده و ایشون هم بحث در حقیقت این سوالاتی که مطرح کردید رو گفتن به لحاظ به هر حال در ذهن خیلی منطقی به نظر میرسه که اینا رو با ارائه این سوالات به جوابهای منطقی آدم بتونه برسه. ولی یه سوالی مطرح کردن، گفتن که در رابطه با نحوه اجرای احکام چطوری میتونیم در حقیقت متوجه بشیم که نحوه اجرای احکام توسط شیعیان درست‌تر هست یا توسط اهل سنت؟ یعنی حالا به هر حال به دلیل اختلافاتی که تو احکام و شریعت هست چطوری میتونیم متوجه بشیم که کدومش به هر حال حقیقت نزدیک تره؟ ببینید اونا فرع دیگه، قبول دارین دیگه، احکامی که مثلا من چجور نماز بخونم چجور روزه بگیرم مواردی که اختلاف هست اونا فرعه. شما اصل رو درست بکنین، یعنی مشخص کنین به هر حال پیامبر جانشینی داشته یا نه، تعیین کرده یا نه. هر کس که مشخص شدین با این سوالات ما به نتیجه رسیدیم که جانشین پیامبر کیه، وقت از اون جانشینه میپرسیم که آقا کدومش این سیری که ادامه پیدا کرد این مسیر کدومش درسته؟ آیا اینه که آمدن بر خلاف سیر پیامبر عمل کردن نکردن؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه دارن دیگه که لب استبد قدمای تو نهج البلاغه است، اگه جای پای من محکم بشه خیلی از بدعت‌های قبل از خودم رو از بین میبرم. حضرت چنین فرصتی پیدا نکردن، چون در این 5 سال خلافتشون درگیر سه جنگ سنگین داخلی شدن، جنگ صفین، جنگ نهروان، جنگ جمل، نرسیدن. ولی خود از افرام اگر فرصتی پیدا کنم اون بدعت ها رو جمع میکنم،
اول شما ببینید حق با کیه، جانشین کیه. او میخواست بدعت رو جمع بکنه، این که میخواست بدعت رو جمع بکنه راست میگه یا اونایی که بدعت گذاشتن راست میگن؟ اینو ما تعیین بکنیم، بعد دیگه دنبالشون میریم دیگه، هر کی هر چی گفته تو احکام دنبال اونا هست. حالا یه مطلبی آقا در ادامه دوستمون گفتن، حالا اینو من خودم میخواستم به بحث اضافه بکنم که در حال شاید صفر و یک نشه به قضیه نگاه کرد، یعنی اینی که تو بحث احکام بگیم خب ما تابع شریعت در حقیقت اهل بیت هستیم و شیعه هستیم، اینی که بگیم با توجه به تبعیت از برحال علمای شیعه 100% احکامی که شیعه گفتن برحق هست و تمام احکام و شریعتی که از اهل سنت منتقل شده شاید مثلا بر اساس در مقایسه با شیعه نادرست باشه، یعنی میشه گفتش که شاید بعضی از احکام شیعه هم، حالا این دوستمون این سوال رو مطرح کردن که من این عرض رو عرض کردم، ایشون مثلا گفتن که خب در ارتباط با احکامی مثل نماز، مثلا استفاده از مهر، تغییراتی که تو اذان به وجود اومده یا طریقه وضو گرفتن، چطوری باید بفهمیم که آیا تمام چیزایی که شیعه میگه درسته یا نه؟ ممکنه که بعضی از این احکام از اهل سنت شاید درست در باشه. خب حتما میدونید مثلا خیلی از این بدعت هایی که ما صحبت میکنیم که اهل سنت ما اعتقاد داریم که نحوه نماز خوندن بعدن تغییراتی توش حاصل شده یا به تعبیری بدعتی شده، خب از جانب شیعیان هم مثلا استفاده از مهر هیچ موقع به این طریقی که ما الان استفاده میکنیم شاید تو صدر اسلام یه همچین چیزی نبوده، سجده بر خاک بوده، ولی اینی که مثلا مهر مشخصی باشه یا سنگی همراه داشته باشن نبوده، یا مثلا تعبیراتی که عباراتی که تو اذان هست به قول فرمایش شما حی علی خیر العمل در زمان یکی از خلفا خب به هر حال حذف شد و یه عبارت دیگه جاش گذاشتن، ولی خب در صدر اسلام هم در زمان پیامبر مثلا شهادت به امیر مؤمنان شاید نبود، بعدن اضافه شد. حالا عرض کلی این هست که شاید صفر و یک اینی که بگیم 100% تمام احکامی که تو شیعیان مطرح هست درسته و 100% اون احکام مثلا باید که از اهل سنت قبول نکرد، این شاید یه مقدار جای بحث داشته باشه. ببینید عزیزم، من هم کلی بگم هم جزئی بگم. بالاخره اگر شما گفتی این آقا جانشین پیامبره، قهرم قبول دارید که هر چی آقا میگه حرفش حقه دیگه، دفرستدش همینه دیگه. اگر ما گفتیم مسیر جانشینی پیامبر این مسیره، خب اینا هر چی گفتن اگه پیامبر تعیین کرده دیگه درست گفتن دیگه، خلیفه پیامبر که نمیتونه اشتباه. اما اگر نه واقعا در اثر پاسخ به این سوالات بین عزیز به نه اینا جانشین پیامبر نبودن، ما چیزی انتخاب نکردیم، ما میگیم شما با این پاسخ به این سوالات تکلیف رو مشخص کنیم. اگر گفتیم اینا جانشین پیامبر نبودن، قهرن کاری که انجام دادن میشه بدعت دیگه. حالا من نمیخوام وارد بشم، الان میخوام وارد این بحث بشم، باز دوباره یه جلسه مفصلی میطلبه. ببینید امیرمونان یه سخنرانی دارن، خواهش میکنم قصه رو اصلا که داستان رو بگم و دو سه مورد مثالایی هم که شما زید اشاره کنم خیلی سریع. طالبه این داستان تو مثلا منابع دست اول ما هست، تو نهج البلاغه از یک بخشیش هست ولی مفصل ترش توی کافی مرحوم کلینی. حالا داستان از آن عنایت کنم، سال اولی که امیر مؤمنان به خلافت رسیدن، سال اول ماه رمضان شد، مثل الان که ما ماه رمضان داریم، امیرمونان آمدن مسجد کوفه نماز مغرب شاه خوندن، رفتن خونهشون برای افطار. یک ساعتی از افطارشون گذشت، یک ساعت مثلا یک ساعت نیم گذشتن که عده اومدن در خانه حضرت رو میزنن. آقا فهمیدن چه خبره؟ گفتن آقا بیاد بریم مسجد. آقا فهمیدن برای چی؟ گفتن بریم نماز جماعت. مثلا چه نمازی؟ ما که نمازامونو خوندیم دیگه، مغرب رو خوندیم، عشا رو خوندیم. گفتن نه، ما نافله های ماه رمضان رو هم به جماعت میخونیم که الان میدونید اسمش چیه، میگن صلات تراویح، رو دیدید اهل سنت میخونن دیگه الان تو همه مناطق. امیر مؤمنان فرمودن که خب زمان پیامبر چیکار میکردید؟ گفتن ما جماعت نمیخوندیم. فرمودن زمان خلیفه اول چه میکردید؟ گفتن جماعت نمیخوندیم. فرمودن اوائل خلیفه دوم چه میکردید؟ گفتن نه جماعت نمیخوندیم. ولی خلیفه دوم یه روز اومد تو مسجد، دید مردم دارن فرادا میخونن، گفت چرا فرادا میخونید؟ جمشید با هم بخونید. همه رو جمع کرد و از اونجا دیگه ما داریم به جماعت.
حضرت فرمود خب برگردید به سنت پیامبر، قرار ما این بود دیگه، ما به سنت پیامبر عمل بکنیم. خب ببین پیامبر چی میگفتن، اینو رفتن. ولی خب شوخی نیست، تقریبا بیش از 20 سال این کارو کرده بودن دیگه، سخت یه کسی بخواد یه کاری که 20 سال انجام شده. این داستان خیلی قابل توجه. یه چند لحظه گذشت، امیرمؤمنین دیدن صدای گریه از مسجد کوفه میاد. خانه حضرت با مسجد فاصله زیادی نداشتن. به امام حسن فرمودن حسن جان برو ببین چه خبر. آقا رفتن برگشتن گفتن بابا جان مردم تو مسجد نماز نمیخونن ولی دارن تو سرشون میزنن گریه میکنن، میگن وا سنتا وا سنتا، خلیفه کجایی که علی ابن ابی طالب نمیذاره سنت شما ادامه پیدا. حالا سوال این سنت یا بدعته؟ خودشون قبول دارن، همه قبول دارن زمان پیامبر نبوده، زمان خلیفه اول هم نبوده، اوائل خلیفه دوم نبوده. این آقای شب اومده تو مسجد دیده مردم نافله های ماه رمضان رو متفرق میخونن، گفت جمع شید با هم بخونید. بعد هم گفت حالا بدعته ولی بدعت خوبی، امروز دارن میخونن. الان همین الان شما بزنید مسجد الحرام مسجد النبی، الان دیگه گذشته وقتش، البته فردا شب بزنید ببین صدها هزار نفر تو مسجد الحرام مسجد النبی دارن همین نمازهای متصحبی رو به جماعت میخونن. امیرمومنان وقتی امام حسن فرمود که عرض کرد بابا جان دارن گریه میکنن، حضرت فرمود قل لهم صلوا، بگو میخوان بخونن بخونن، من نمیام، نه امام جماعت میکنم نه امام جماعت تعیین میکنم، این بدعته، من نمیخونم این کار، اما خودشون میخوان بخونن بخونن، گریه میکنن، زجه میزنن، خوندن تا امروز هم دارن میخونن. حضرت فردا اومدن تو مسجد یه سخنرانی کرد، این سخنرانی یه از آن خواستن ببینن. من بحثم نمیخوام بیش از یک شب باشه، چون این دو شب دیگه ما بیشتر فرصت نداشته باشیم، بحث مهم دیگه مد نظرم هست، اینو ببینید هست تو منابع دست اول هست. حضرت آمده فردای سخنانی کردن، بیش از 20 تا از بدعتهای قبل از خودش نام برد. فرمودن اگه من امروز بخوام شما رو وادار کنم که این بدعت رو کنار بذارید، کسی نمیپذیره. عرض کردم شوخی نیست، بیش از 20 سال عادت کرده بود. لذا حضرتون عجل بلاغه می فرماد اگر جای پای من محکم بشه این کارو میکنم، ولی محکم نشد، فرصت پیدا نکرد. همین مثالی که جناب عالی الان زدید، خب تو نماز، آقا تو نماز بسم الله، این مثالی هم که من عرض کردم، کدوم آقا نماز تراویح که دارن میخونن برید پیدا کنید کجای تاریخ اسلام زمان پیامبر اینجوری خوندن، کجا زمان خلیفه اول نماز مستحبی، نماز مستحبی که تو جماعت نمیخونه، نافله های ماه رمضان الان دارن میخونن دیگه. تو همین لندن الان ما آخر شب گاهی رفت آمد میکنیم برمیگردیم، اینو دارن میرن به طرف نمازهای تراویح تو مراکزشون میخونن، حتما تو کانادا هم هست، جای دیگه هم هست، همه دنیا هست، اوجش تو مسجد الحرام مسجد النبی هست. آقا پیامبر نکرده این کارو، چیزی نیست که ما بگیم که آقا صفر و صد، صفر و صد داره، بله صفر و صدش هم ما میگیم اگر پیامبر تعیین نکرد هر کسی کار دیگه بکنه میشه صفر و صدش میشه باطل. یا همین بحث دست بسته نماز خوندن، خب ببینید تو منابع دست اولشون اومده، یه الان که اینترنت هست، حالا بحث ما که طول نمی‌کشه، راجع به هر کدام از اینا کتاب‌ها نوشته شده. شما الان تو اینترنت جستجو کنید آیا دست بسته خوندن در زمان پیامبر بوده یا نه، همشون نوشتن تو منابع دست اول خودشونه که عده‌ای از یکی از جنگ‌ها برگشتن، مسلمان‌ها به خلیفه دوم گزارش دادن ما وقتی تو اون کشور بودیم مردم می‌خواستن به پادشاه‌هاشون احترام کنن اینجوری دست به سینه می‌ایستادن. خب کار خوبیه، بعد فردا شما نمازهاتون دست به سینه بشید، این بدعت نیست. و این بنا بود این کار رو انجام بشه، پیامبر این کار رو میکرد، پیامبر به مسلم نداد. یا همین قصه اذانی که گفتین، خب حی علی خیر العمل داستانش چیه؟ نوشتن تو منابع دست الان به درس که خوشبختانه همه چیز امروز به آسانی دست میاد. خلیفه دوم خواب بود، خادمش آمد بیدارش کرد، گفت بابا پشو وقت نماز اصلاتو خیر من النو، گفت چی گفتی؟ گفتم اصلاتو خیر من، گفت جمله قشنگی تو اذان بگذاری اضافه، آقا حی علی خیر العمل برداری. چرا؟ اگه ما بگیم حی علی خیر العمل، خیر العمل رو ما نماز معرفی کنیم، مردم دیگه جهاد نمیرن، استدلالشون اینه. خب زمان پیامبر هم جهاد بود، حی علی خیر العمل هم بود، مردم جهاد هم میرفتن، نماز هم میخوند، چه ربطی داره که شما اجتهاد میکنید؟ و اما این مثال هایی که جناب عالی زدید، ببینید راجع به اذان ما به هیچ وجه شما یک فقیه پیدا کنید در طول تاریخ شیعه، یک فقیه که بگه اشهد ان علی ان ولی الله، اشهد ان امیر علی ان حجت الله، جزء اذان شما پیدا نمی کنید. بعد اونا میگن جزء اذانه، لذات نماز صبحشون همیشه تو اذانشون میگن حی علی الصلاه خیر من النوم.
شما یک فقیه شیعه پیدا کنید که بگه آشهدان علی امامی جزء است، ما نمیگیم جزء، ما میگیم شعار شیعه است. یعنی یه منطقه بخوان تشخیص بدن این منطقه شیعه زندگی میکنه یا غیر شیعه، با آشهدان علی ولی الله مردم متوجه میشن، صدای اذان از اینجا پخش میشه بخوان متوجه بشن این مرکز چه مرکزیه، با این تشخیص میدن. نگفتیم جزء اذان شما نگید، شما تو نمازهای اذانتون تو اقامتون دیگه نگید، به اذان لطمه نمیخوره، ولی اونا جزء اذان میدونه. یا در مسئله مهر که فرمودید، باز کتاب ها فراوانه، عزیزان جستجو بزنن. ما نگفتیم مهر و محرم ابدا، ما نگفتیم اصلا شما هیچ نمازی رو با تجلی بر مهر نخون، مهر خصوصیت نداره. ما میگیم این حدیثی است که در منابع دست اول شما هست، جو علت پیامبر فرمود جو علت الارضلی مسجدن، و مسجد تجلیگاه من زمینه. حالا زمان پیامبر خب این چیزا نبوده، مردم بعد یه خاکی سجده میکردن یا حسیر بوده رو همون حسیر کفایت میکرده دیگه، هر چیزی از زمین رویده باشه، برگ درخت باشه، چوب باشه، حسیر باشه، درخت باشه. ما الان میگیم آقا تو مساجدمون دیگه حالا فرش و موکته، خب اینجا که دیگه خاکی نیست، حسیری نیست، برگ درخت و چوبی نیست، یه تربت میذاریم، خاک برمیداریم که اون خاک سجده کنه. این حدیث جزء مسلمات بحثی نیست درش که پیامبر تمام منابع گفتن. پیامبر فرمود جو علت الارضلی، زمین سجدگاه من زمین است. خب زمین اگه بخواد باشه، فرش که زمین نیست که، زمین یعنی هر چی زمین و هر چی از زمین میروید. خب ما میگیم رو این به عنوان یه نمونه، اگه میتونید الان شما تو همین مرکز اسلامی که هستید، اگه میتونید موکتا رو جمع بکنید از فردا رو سنگ سجده کنید، هیچی هم نگذارید رو سنگ بسید، کار ندارید روی خاک روی سنگ، اصلا فرش هم جمع بکنید. خدا رحمت کنه شهید بهشتی رضوان الله علیه، خود میدونید تو همین مسجد امام علی علیه السلام هامبورگ، یا اینکه این حساسیت ها برداشته بشه، ایشون تمام به اصطلاح مسجد بسیار مهم میامد، مسجد امام علی، ایشون حسیر انداخته بودن، اهل سنت هم میامدن دیگه، حساسیتی نبود، هر کی رو حسیر نماز میکن، هیچ کس هم محرم نمیذاشن دیگه، نه خود ایشون میذاشن، نه شیعیان میذاشن، حسیر، حسیر کافیه دیگه، چون از زمین میرویه دیگه، چوب درخت دیگه، حسیر هرچی از زمین میرویه، حالا هر برگی که ایشون اونجور نماز، شما مانا فرد مرکز اسلامیتون همه حسیر بدید، این هم موکت رو جمع کن و سعی نماز بدید. ما بحثی نداریم، ما گفتیم مهر به عنوانه، ما میگیم به عنوان چیزی که پیامبر به عنوان سجدگاه تعیین کردن. از این نمونه مثال ها بخواییم بزنیم، مثال های فراوانی داره، این جزئیاته، من نمیگم وارد جزئیات نشید عزیزان، ولی من میگم اون اصل رو درست بکنیم بدون هیچ تعصبی عرض میکنه، به اون سوالات جواب بدیم، ما مسیرمون مشخص کنیم، ببینیم باید دنبال کی بریم، بعد آقا ببینیم چه تغییراتی، آیا در دین خدای نکرده تغییرات این طرف ایجاد شده، نه آیا اصلا میتونیم حق بریم چیزی کم و زیاد بکنیم. اگر ما امام رهبر پیشوا و خلیفه رو تعیین کردیم بر اساس پاسخ به این سوالات، یه این سوالات فرعی میشه، هرچند که من نمیگم دنبال فرعیات نباشیم، ولی به ریشه ریشه رو حل بکنیم مهمتر. خب آقا وقت هم یه ذره گذشته، ولی من یک سوالی که خیلی تو این مباحث مطرح میشه، سوال شاید بشه گفت مبتلا به خیلی ها هست، قبلا هم بسیار من شنیدم و مطرح شده، یه دوستی مطرح کردم، من اینم خدمت شما عرض میکنم که حالا دیگه بقیه بحث رو انشالله بذاریم برای شبهای آینده. ایشون از بحث جالبتون تشکر کردن و حالا من خلاصه اگر بکنم، ایشون مطرح کردن که خب چرا در قرآن یا در قرآن آیه‌ای نداریم که صراحتاً بحث جانشینی رو به اسم مثلا معین کرده باشه که یه مقدار مثلا شایبه اختلاف دیگه کمتر بشه. سوهای متعددی به این سوال داده شده، حالا من بخوام بگم باز بحث طولانی میشه، الان به نظرم حدود یک ساعت و یک از یک ساعت و 20 دقیقه که ما زحمت دادیم، ولی کوتاه اگه بخوام عرض بکنم، یکی از جوابهایی که دادن گفتن که وقتی این همه الان ما میبینیم موضع گیری هایی که در برابر مسئله جانشینی امیر مؤمنان سلام الله علیه گرفته میشه، اگر اسم امیر مؤمنان در قرآن، اولا صریح تر از اسم آمده، که لازم نیست اسم بشه دیگه، شما این آیه رو ببینید، تمام منابع اهل سنت انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اینقدر مصداق ها روشن گفته شده که غیر از اینکه با همین اون تطبیق کنه قابل معنای دیگری نیست. علی و مکملت لکم دینکم یا ایها الرسول بلغ ما لازم، ولی گذشته از این گفتن کسانی که اینقدر دشمنی داشتن
با قرآن، با کلام، با پیام امیرمون سلام الله علیه. آیا اگر چنین تصریحی در نام امیر مؤمنان سلام الله علیه در قرآن بود، وقت اصل و اساس قرآن رو هدف قرار نمیدادن؟ شاید حکمتی در این بوده که به طور اشاره، اشاره صریح‌تر از تصریح باشه که تمام دشمنی ها متوجه خود قرآن نشه، یه طرف دیگه قرآن نباشه، الان دعوا داشته باشه آقا ما قرآن قبول داریم یا قرآن قبول نداریم. باز خوبه الان همه قرآن رو قبول داریم، تفسیرش اختلاف داریم، ولی خدای نکرده اونجا اساس قرآن رو با آیه و زیر سوال. یکی از جوابی که دادن یه جواب دیگه هم. خب خیلی ممنون آقا. من فقط یک نکته اشاره بکنم، چون به هر حال مخاطب ما در حقیقت تو کامیونیتی که در شهر مونترال ما هستیم، علاوه بر عزیزان شیعیان ایرانی، ما شیعیانی از افغانستان هم در کامیونیتی ما هستن. عزیزان افغانی بعضا تو برنامه های ما شرکت میکنن و برنامه های ما رو دنبال میکنن. من این نکته رو عرض کردم چون یکی از عزیزان اشارهی کردن، گفتن که از اتفاقاتی که اخیراً کشتارهایی که توی در حقیقت مزار شریف افغانستان هم اتفاق افتاده، گفتن که خوبه که اشارهی بکنیم و به هر حال این عزیزان رو هم ازشون یادی بکنیم. و یادآوری خوبیه. من عزیزان، اولا خود عزیزان افغانستانی میدونن، شاید بیشترین بحثایی که من در رسانه ملی داشتم در دفاع از مظلومیت این عزیزان بوده. خود عزیزان افغانستانی با ما آشنا هستن، شاید ده ها کلیپ من رو همه این عزیزان دیدن دارن. و اتفاقا همین روزا توی مجمع جهانی اسلامی لندن هم من مفصل صحبت کردم و گفتم اتفاقا این بحثایی که الان آدم داره میبینه، این نشانه دوگانگی در بحث حقوق بشر هست. ده ها نفر دختران و پتران و دانش آموزان و مردم مظلوم افغانستان این روزها در خاک و خون خودشون غلطیدن، عده زیادی به شهادت رسیدن. ما محکومیت جهانی ندیدیم اونجوری که باید دیده بشه. ما دیدی تو قصه اوکراین، ما اوکراین رو محکوم میکنیم، تجاوز هر کجای عالم باشه محکوم میکنیم، اما اون عکس العمل و اون به اصطلاح عکس العمل جهانی در اون قصه رو ببینید و سکوت جهانی رو در قصه مردم مظلوم افغانستان هم ببینید. حتی من بالاتر گفتم تو جلسه مجمع جهانی، گفتم از این ببینن شب یکم ماه رمضان شب قدر، الان هستش تو یوتیوب سخنرانی من هست، گفتم که آدم باید برای این حقوق بشر گریه کنه. که همین روزا لابد شما تو خبرها دیدید یه فوتبالیست، ما با فوتبال مخالف نیستیم، با هیچ فوتبالیستی هم مخالف نیستیم، با ورزش موافقیم، با همه ورزشکارام علاقه داریم، دست همشون هم درد نکنه، داخلیش خارجیش همه بازی‌ها رو دوست داریم می‌بینیم. ولی این زشته برای جامعه جهانی که این روزا لابد تو خبران جنوالی دیدید یا نه، یه فوتبالیستی خانمش در زایمان یکی از بچه‌هاش از دست رفت. چه کردن دنیا در برابر که آقا یه جنین، یه فرزندی که هنوز به دنیا نیومده در بازی‌ها اعلام سکوت کردن، اعلام همراهی کردن، اعلام همدردی کردن. هر کی میگه فکر نکنم من می‌خوام با یه ورزشکار موضوع، نه نه، همه ورزشکارای عالم خیلی هم خوب. وقتی این جامعه جهانی در برابر کشتار صدها نفر مردم مظلوم افغانستان یه دقیقه سکوت رو روا ندونست، یعنی خون اینها برای اونها به اندازه یه سکوت، یه دقیقه سکوت متاسفانه ارزش نداشت. من مفصل گفتم، خود از آن افغانستانی هم با مباحث من و کلیپ های من آشنا هستن، ولی بازم امیدواریم که خدا من شهداشون رو با سید و شهدا سلام الله علیه محشور بگرداند و به داغ دیدگانشون صبر عنایت کند و مهمتر از همه خداوند این جامعه جهانی که این چنین دارن با تبعیض در برابر جنایات ادبی نظارگر هستن، خدا یه عقل و هوشیاری و بیداری به اینها عنایت کنه انشاءالله. خب حاج آقا خیلی ممنونیم، امشب هم استفاده کردیم از صحبت‌های شما. تا فردا شب که توفیق داشته باشیم مجدد در خدمتون باشیم. موفق شما، خداحافظی می‌کنیم. التماس دعا جان، خدا نگهدار. خداحافظ شما.